شما 17 اردیبهشت ماه 1395 خورشیدی و ششم ماه می 2016 میلادی. صفحه آخر امشب محمد رضا عالی پیام ملقب به هالو. میگه مردم ما همه تیغ زنن، منتها هر کسی به شیوه خیش. این یکی ریش میزند با تیغ، آن یکی تیغ میزند با ریش. این همه داستان زمانه ریش سالار ماست. آن یکی ریش میزند با تیغ، این یکی ریش میزند با تیغ، آن یکی که اون بره، آن یکی تیغ میزند باریش. مهمان امشب صفحه آخر آقای محمد رضا عالی پیام متخلص به هالو. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه صفحه آخر آقای عالی پیام. برون شما برم، من هم درود میفرستم بر شما و همه بینندگانتون، هم از فارسی زبان ها، ایرانی ها، افغانی ها، تاجیک ها و دیگرانی که فارسی بلدن ولی فارسی زبان نیستن. آقای عالی پیام، بله، شما تا دیشب سیبیل داشتین. چرا سیبیلتون رو زدین؟ چه اساسی هم بود سیبیل آخر؟ این عکس همین چه وقت پیش، دیشب هم که بنده زیارتتون کردم همین شکلی بودین. خب نمیدونم، و واقعا هم من بگم به بینندگان عزیز و گرانقدر برنامه صفحه آخر که آقای عالی پیام نمیدونستن که من نگفتم که چی رو تو این برنامه میخوایم پخش کنیم، و نمیدونستن که اون دو بیتی که پخش کردیم ماجرای تیغ و ریش و ولی این تصادفاً چی شد؟ چرا زدین امروز؟ من قبل از این که این رو بگم ازدوزی اول به شما تبریک بگم که بالاخره اسم من یاد گرفتید، چون همیشه از عالی مقام میگفتید تو برنامه خود این. خیلی تبریک داره. من روز اولی که رفتم توی قرنطینه رجای شهر، زور شده یا آخوندی اومد برای نماز جماعت و همه زندانی ها رو به زور فرستادن تو نمازخونه که نماز بخونن. بعد من همجور نشسته بودم، به من گفت که تو نمیری نماز جماعت؟ گفتم که نه. برای چی نمیری؟ بودم حاج آقا که میاد اینجا نماز میخونه پول میگیره، اگه به منم پول میدین من میرم پشترش نماز میخونم. اگه حاج آقا مجانی میاد بخونه منم مجانی میرم میخونم. نمیشه حاج آقا پول بگیره من مجانی بخونم. حالا شما سیبیلات رو زدی به من میگه من نمیشه که من سیبیل داشته باشم شما نداشته باشید. باش، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیح شما، لطف شما، و اینکه ما همیشه پیرو شما بودیم. بزنین یه بارم شما پیرو ما بشین آقای عالی مقام. مو عالی مقام هم بی خودی نبود میگفتم دیگه، میدونین خودتون. ببینید، در معرفی شما نوشتن که سید محمد رضا عالی پیام زاده 20 خرداد 1336 در تهران، ملقب به هالو، شاعر طنز، پرداز معترض، زندانی سیاسی و بلاگ نویس، عضو کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران، مدیر مسئول مؤسسه تبلیغاتی دایره مینا، بازیگر، تهیه کننده، کارگردان. نفسم گرفت. آقای عالی پیام، شما چی کاره نیستین آقای عالی پیام؟ من تازه بعضیشو نخوندم. من رقص پای نقاره نیستم، من خیلی چیزا نیستم، من چاپلوس نیستم، من پاچمال نیستم. به خاطر همینم که الان اینجا هستم، امروز تو این وضعیت اجتماعی هستم. اگر نبودم خب خیلی جاهای بالاتری داشتم به لحاظ زندگی. من ضمن اینایی که گفتید مدیر عامل مؤسسه مینافریم هم هستم و عضو شورای مرکزی انجمن تهیه کنندگان سینمای مستقل ایران و عضو هیئت داوری، و همچنان در همه این مؤسسات فعال. بله. خب میخواین بذاریم تا جزئیات کار و به هر حال امرار معاش و همه این داستانا رو از آغاز یه مختصری بگین، از کودکیتون، از نوجوانیتون، از یعنی بشناسیم محمد رضا عالی پیام رو بشناسیم.
والا مادرم میگفت که تو توی کوچه بین زمین و هوا به دنیا اومدی. گفتم یعنی چی؟ بعد برد منو نشون داد این کوچه های قدیمی که اینجوری تاق ضربی دارن و یه اتاق اون بالا هست. توی یک همچون اتاقه که من به دنیا اومدم، دقیقا میشه گفت توی کوچه و روی زمین و هوا. من توی محله های جنوب تهران به دنیا اومدم، بزرگ شدم. دوران بچگیم مولوی، بازارچه سادت، سانپسخونه، کلاس ششم مدرسه کاظمی اسلامی منو نوشتن و باقلچی و گذر لوتی صالح و این جاهایی بود که من رشد کردم، بزرگ شدم. بازارخونه شیر خدا میرفتیم وقتی بچه بودیم برای سرگرمی تفریح شبا. بعد دوران نوجوانی اومدیم خیابون فرهنگ، یه چند سال فرهنگ بودیم، بعد رفتیم چند تا خیابون پایین‌تر مهدی موش که باز هم اونجا دیگه دوران نوجوانی رو طی کردیم تا الان که بزرگ شدیم و دیگه الان نمیدونم بچه کجای تهرونم، چون یادم مستجر هر سال یه جای تهرون دیگه، بچه همه جای تهرونم. این دوران خلاصه دکیم تا الان. چی خوندین؟ تحصیلاتون چی بود که بعد رفتین توی سینما؟ خیلی زودم وارد سینما شدین. من رشته گرافیک قبول شدم دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران قبل از انقلاب. بعد از انقلاب که خب دانشکده تعطیل شد، آخرین دانشکده بود که با یکی دو سال تأخیر باز شد که اگر خواستید اون رو هم براتون میگم چرا. ولی از همون بچگی من به سینما بسیار علاقمند بودم. شاید یکی از دلایلش این بود که خانواده ما بسیار مذهبی و بسته بود. ما هیچ وقت تلویزیون نداشتیم، هیچ وقت رادیو نداشتیم تا بعد از انقلاب، یعنی تا یک سال بعد از انقلاب که دیگه من از مادرم اجازه گرفتم رفتم یه تلویزیون سیاه‌سفید خریدم. اون دیگه انقلاب شده. این محرومیت از سینما، یعنی اینجوری من براتون میگم، یکی از فامیلای ما بود که توی خیابون سپه بالای سینما زهره خونش بود. فامیل وقتی جمع میشدیم اینجا، محمد آقا همه بچه‌ها رو جمع می‌کرد می‌برد سینما، غیر از من و خواهرم، یار نداشتیم. بعد اینا هم که میرفتن سینما صبح میرفتن عصری میومدن، یعنی ده دفعه فیلم و ساس و ساس میدیدن. ما همینجوری میشستیم در آرزوی این که آقا اینا چی دارن میبینن. بعد میومدن برای ما تعریف میکردن. حالا ما هم تو ذهنمون خیال، من فکر میکنم یکی از چیزایی که منو به سمت سینما کشید این چیز هیجان در بسته ای که الانسان ها حریص و ملمامونه میگن به قول انگلیس ها. نمیدونم به هجر ما، ولی روابط و هر حال قطعا تأثیر داشته، چون سال 58 شما تو فیلمی بازی کردین که کدوم فیلم بود؟ جنگ اطهر اگه اشتباه نکنم، که جنگ اطهر رو من قبل از انقلاب بازی کردم، سال 56 بود. قبل از انقلاب ولی سال 58 نمایش داده شد، درست میگم؟ نمایش داده شد. جنگ اطهر رو من بازی کردم قبل از انقلاب. فیلم لیلة القدر بود که من دستیار کارگردان بودم قبل از انقلاب. یه فیلم 35 میلیمتری خودم ساختم قبل از انقلاب به نام بلنده تر برارم و کلی فیلم های کوتاه دیگه. بعد از انقلاب دوباره کارهای سینمایی من بود، سربداران مثلا، هم من کار دکور و صحنه بخشی از صحنه ها رو داشتم، هم بازی داشتم و فیلم های دیگه که حالا در طول برنامه انشالله توضیح خواهم داد. ولی خب این در کنار کارهای دیگری بود که من داشتم. همین کارهای دیگه میدونین، میخوام وصلش بکنم به در واقع هویت امروز شما که به عنوان یک شاعر طنز شما رو میشناسن، نه به عنوان مثلا فیلمساز. فرض بفرمایید سال 58 من و دو سه تا دوستانم رفتیم افغانستان برای تهیه فیلم مستند، چون تازه اونجا انقلاب شروع شده بود، جنگ شروع شده بود. بر اساس علاقه شخصی خودمون رفتیم و سفر اولمون حدود یک سال طول کشید که بعدها سفرهای بعدی همینجوری به مرور. من دو سال افغانستان بودم، همه جای افغانستان رو میتونم تقریبا بگم که دیدم. یه فیلم مستندی تهیه کردم و اومدم برای تدوین و مونتاژ این فیلم. ما معرفی شدیم به آقای سید مهدی هاشمی که اون موقع رئیس واحد نهضت‌های سپاه پاسداران بود. یعنی ما رفتیم خدمت آقای خامنه‌ای که اون موقع فکر می‌کنم رئیس جمهور بودن.
و ماجرای گذاشت سفر رو دادیم و اینها. خب ما ارتباط بودیم با آدم های انقلابی قبل از انقلاب، ما آدم انقلابی بودیم میشه. بعد ایشون یه نامه نوشت که آقای سید مهدی، ایشان همون کسی است که ما دنبالش میگشتیم. کدوم سید مهدی هاشمی؟ ببخشید سید مهدی هاشمی. آنکه اعدام شد. بله ایشون رئیس واحد نظرهای سپاه بود دیگه. بله بله بله. و همراه ابو شریف و اینها. بله بله. بعد گفت حالا ما چیکار میتونیم برای شما بکنیم؟ گفتم من این فیلم ها رو داریم، 400 حلقه فیلم داریم، میخوایم مونتاژ کنیم، امکانات میخوایم. ایشون ما رو معرفی کرد به واحد سپاه تو تلویزیون. خب واحد واحد دیگه، گروه سپاه، گروه جهاد، گروه فلان. ما رو معرفی کرد به واحد سپاه که ما اونجا این فیلم هامون رو مونتاژ کنیم، از امکانات استفاده کنیم. بعد از یه مدتی در حال کار بودیم، دو تا ورقه اومدن گوشه جلو ما که آقا اینا رو باید پر کنید. نیا کردیم عضویته، عضویت در سپاه. گفتیم خب آقا ما نمیخوایم عضو سپاه بشیم، ما میخوایم فقط فیلم بسازیم، فیلم سازم. گفتن که نمیشه، شما از این امکانات دارید استفاده میکنید، اگر عضو سپاه نباشید پس بفرمایید بیرون. ما گفتیم خب حالا اینا امضا میکنیم، بعد که کارمون تموم شد استفاده میدیم میایم بیرون دیگه. اینو امضاش کردیم، ما شدیم سپاهی. یعنی تا سال 68 من عضو سپاه بودم، واحد فرماندهی با آقای شمخانی کار میکردیم، نهضت‌های آزادی بخش. و جالب اینم براتون بگم که در تمام مدت 9 سالی که من توی سپاه بودم یک ریال حقوق نگرفتم. و غیر از کار فیلم کار دیگه هم میکردیم؟ من توی سپاه بودم، بعد عرض شود که با آقای میرحسین موسوی قبل از انقلاب که ما انتشارات قلم کار میکردیم، من گرافیست بودم، طرح جلد میزدم برای کتابهاشون. آقای میرحسین اومدن روزنامه جمهوری، یعنی من وقتی رفتم افغانستان اصلا با کارت خبرنگاری روزنامه جمهوری اسلامی رفتم افغانستان، اونه خبرنگار. بعد آقای میرحسین که شد وزیر خارجه، بچه ها رو جمع کرد تو وزارت خارجه، به منم پیغام داد که آلی پیام بیا واحد افغانستانمون، ما اونجا به تو احتیاج داریم. گفتم من تو سپاه هستم، مأمور به خدمت شدم از سپاه در وزارت خارجه. یعنی تا سال 68 من مأمور به خدمت بودم توی وزارت خارجه. خب اجازه بدید، ببخشید اجازه بدید بریم سراغ مشخصات. در واقع ببینید فیلم های شما همون موقع فیلم ها رو می ساختین، با بودجه سپاه هم می ساختین فیلم ها رو، ولی فیلم ها توقیف می شد. نخیر، من با بودجه سپاه نمی ساختم، من هیچ فیلم رو با بودجه سپاه نساختم. میگم من از سپاه حقوق نمی گرفتم. حقوق نمی گرفتین؟ حتی پول فیلم ها هم نمی گرفتین که اینا معرفی کردن شما رو به اونجا؟ ببینید ما رو معرفی کردن اونجا، ما از میز مونتاژشون استفاده کردیم. خب خب، فقط از میز مونتاژ و امکانات استدیو. هزینه هاش هم خودمون شخصا میپرداختیم، هزینه نمیدونم کار هر چی که بود، همه خب بعد این فیلم هم توقیف میشد. مثلا فیلم خسته نباشید، مثلا فیلم موشو، اینا رو جز فیلم های توقیفی و شاید فیلم های دیگه ای که خودتون میفرمایید، کدومش اصلا توقیف شد، کدومش اکران گرفت فیلمایی که شما درست کردید؟ من به شما توضیح میدم. یه روز آقای دکتر ولتی به من گفت که خب اون موقعی که من توی وزارت خارجه بودم از من فیلم پخش میشد، سربداران پخش شد، فیلم توهم پخش شد. یه روز آقای ولتی من گفت آقای پیام، سیاست با هنر اینا همخونی ندارن، شما نباید که کار هنری بکنی. گفتم هر موقع این تضاد به اوج خودش رسید بفرمایید من استعفامو بدم برم سراغ دنبال کار هنریم، چون من یه فیلم سازم که اومدم دارم کار سیاسی هم میکنم، یه سیاستمدار نیستم که دارم کار هنری میکنم. در نتیجه این به اوج خودش رسید و من سال 68 زدم بیرون. خب سال 68 که اومدم بیرون، اولین فیلمی که ساختم خسته نباشید بود به هزینه خودم. این فیلم توقیف شد، اجازه نمایش هیچ وقت پیدا نکرد. حتی سالهای بعد هم من تلاش کردم، حتی توی جشنواره نذاشتن بره، حتی اسمش رو جز فیلم‌های ارائه شده به جشنواره هم اعلام نکردن. گفتم آقا این فیلم رو اعلام کنید به جشنواره ارائه شده، بعد رد کنید. چرا اصلا منو محو میکنید، فید میکنید؟ بعد دیگه فیلم‌های دیگه ساختم، سمفونی صحرا رو ساختم، پرواز از اردوگاه رو ساختم، بایسیکل ران رو ساختم که 50% من شریک بودم، 50% آقای نجفی سهم خودش رو فروخت به بنیاد شهید که اونم برای خودش ماجراهایی داره، تا این آخر سر که من سال 76 ممنون کار شدم. 76 که دومین زندان من بود، شما فرمودید که چیز، من اولین زندانم سال 62 بود، 61 62
دومین زندانم سال 76 بود که بازداشتگاه توحید بودم، 70 خورده ای روز انفرادی بودم. بعد اونجا بازجو اونم، نه قاضی، بازجو من اعلام کرد تو ممنون کاری، یعنی دیگه نمیتونیم. گفتم خب تهیه کنن دیگه نمی کنم، کارگردان نمی کنم. گفت نمیتونیم. گفتم فیلمنامه می نویسم. گفت نمیتونی. گفتم بازی. گفت اصلا تو هیچ کار هنری نمیتونی بکنی. گفتم میرم شعر میگم. گفت خب برو بگو. منم رفتم گفتم. خب حالا میگه چرا شعر میگی؟ بعد اومدیم تا سال 82 اینطورا که من رفتم اعتراض کردم. خب من برای چی ممنون کارم؟ هیچ قاضی به من دستور نداده من ممنون کارم. گفتم تو میتونی فیلم بسازی. من مجوز گرفتم، فیلم موشو رو ساختم با پروانه ساخت. فیلم موشو که تموم شد، یکی دو سالی درگیر یک مسائلی بودیم که حالا من بخوام باز کنم خیلی وقت برنامه‌تون رو میگیره. رسید دو سال 84 فیلم اومده اکران شد، پخش معرفی کردیم، تیزرش رو ساختیم، همه چی می‌خواستیم بریم که ما رفتیم که پروانه نمایش رو بگیریم، گفتن که شما بفرمایید حراست. ما رفتیم حراست، گفت شما ممنون کار، گفت شما ممنون فرهنگی. گفتم بله. گفت شما ممنون فرهنگی. گفتم یعنی چی؟ اصلا شما خود ممنون کارم یه لغت غلطیه، حالا ممنون فرهنگ من تو نشیدم. گفت یعنی تو هیچ زمینه فرهنگی شما اجازه یه کار نداری. گفتم چرا؟ گفت بالا دستور اومده. گفتم خب از من چیکار کنم؟ گفت من نمیدونم. گفتم مسافر کشی کنم؟ قول بکن. گفتم خب الان یه مسافری گفت در بس خیامون فرهنگ، یا اگه گفت مثلا فرهنگ سرای فلان من اینو برسونم، این مشمول کار فرهنگی نمیشه، بعد به من گیر نمیدین آقا چرا کار فرهنگی کردی؟ ما رو مسخره میکنیم. ما مسخره هست، من برای چی ممنون فرهنگ؟ به چه علت؟ تازه اون موقع شعرهای منو پخش نشده بود تو جامعه، یک کلیپ از من بیرون نیومده بود. به خاطر اینکه من ممنون فرهنگ شدم، فیلم رو اجازه اکران ندادن. یعنی گفتن تو برو اسم تو رو فیلم بردار اکران کن. گفتم آقا نویسنده، تهیه کننده، کارگردان، این ستا عالی پیامه. من این ستا رو بردارم، این فیلم بچه حرومزاده میشه، نه پدر داره نه مادر نه دایی. آقا این فیلم رو کی بره، برای چی بره ببینه؟ این فیلم مالی کی هستن؟ اصلا داریم تو سینما ایران یه فیلمی که اکران بشه معلوم نشه تهیه کننده کارگردان نویسندش کیه؟ من اصلا فیلم رو اکران نمی کنم. آقا نکن. آقا نکن. تا رسیدیم به الان. بله. خب خیلی متشکر. این لااقل دلایل توقیف و این چیزا رو دلایل که چه عرض کنم وقایع توقیف رو دانستیم. بعد شما وارد عرصه شعر شدین، متاسفانه همونطور که میفرمایید خیلی وقت نداریم درباره همه چیز این جهانی است که میشود ساعت‌ها و ساعت‌ها درباره صحبت کرد، از جمله این موضوع که خب وارد شعر شدن بخشش در واقع ذوقی است، بخشش اکتسابی است، ولی و بخشش شوره، بخشش منتها آموزشی است و مدرسی و مکتبی است. و اون قسم مخصوصا کسایی که شعر کلاسیک کار میکنن، البته کسایی هم که شعر سپید حتی کار میکنن، اگه اون پشتوانه رو نداشته باشن چیزی از آب در نمیاد کارشون. ولی قطعا به هر حال شما انگیزه ها و آموخته های علمی داشتید که وارد این عرصه شدید و تونستید محکم بایستید. و خب حرفتون هم مخاطبین بسیار زیادی داره خوشبختانه در ایران. با نشریات طنز اون موقع بعد از انقلاب، منظورم از مثلا نشریه گل آقا فرض بفرمایید، کار کردین نکردین؟ چرا؟ خلاصه نشریه گل آقا آقای خدا بیامرز گویا دعوت کرد، رفتیم با صابرین نشستیم و صحبت کردیم، چند تا شعر دادم، ایشون گفت که این شعرها قابل چاپ نیست یا باید حق و اصلاح بشه، باید یه چیزاییش حذف بشه. دارید صدای منو؟ این باتری داره میره. دارید صدای منو آی فلاتی؟ بله. گفتم که من اصلا دوست ندارم چیزی از شعر من حذف بشه، یا اگر خب قابل چاپ نیست خب چاپ نکنید، بخواه یه شعری بگید که قابل چاپ باشه. گفتم من بلد نیستم از این شعرها، راجب گرونی و راجب نمیدونم آلودگی و دود و دم و جوی کثیف و اینا من بلد نیستم، من زبانم معترضه و اعتراضم هم اینجوریه. در جد به توافق نرسیدیم با آقای صابری گل آقا،
ولی دوستیمون رو داشتیم دورا دور، در جلسات شرکت میکردیم، ایشون میومد، سایر دوستان گل آقایی میومدن، ارتباطمون رو داشتیم ولی ارتباطمون مطبوعاتی نبود. ولی با روزنامه خط خطی چرا، من قبل زندانم شعر میدادم مرتب و اینا، الان هم بچه ها گفتن اگر دوباره همکاری کنی خوشحال میشه. ببینید یه داستانی هست، من قبل از اینکه سوال بعدی رو بکنم میخوام ازتون خواهش بکنم که یک شعر بخونین، هر شعری که میخواین، تا من سوال بعدی رو بکنم یه خود این دیالوگ دو نفره بشکنه و بعد ادامه بدم. آخه عرض شد که یه ازده بدید یه شعر در رابطه با رجای شهر، من آقایی که زندان رجای شهر شده این شعر گفتم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که طنز آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به زندان رجای شهر بند دو بفرما چای، میان دسته اشرار و معتادان و قاتلها. حشیش و شیشه و چرس و کراک و بنگ و معتادان، و یا تیزی و چاقو و قمه ما بین جاهلها. دمادم جنگ و دعوا بین قوم خال کوبیده سر 21 و 22 سال بچه خوشگلها. به زیر پله پشت در ز خود کامی و بدنامی، ملاقات و به دبستان ملاقات و به دبستان مایلها و فائلها. من و امثال ماها را چه امن و عیش، چون هر دم خطر می بارد از دیوار و در از این اراذلها. بله اینم آثار خطرش. شب تاریک و تنهایی و دیواری چون این حائل، کجا دانند آن آسود خوابیده به منزلها. لب خود را ببند از شعر ای آزاده شاعر، که قاضی جرم می داند مرام و رسم عاقلها. وام از یک مصرع از حافظ که میگه که شیخ مکتب ما عاقلی گناه داند. منو یک دفتر و خودکار بین این همه لوتی، منم چون قطعه ای ناجور بین تک پازل ها. خودم اینجا اسیر ادعی او باش لایعقل، دلم در انجمن ها و شب شعر است و محفل ها. مرنج از وحشت تنهایی زندان خود حالو، که بدخواه تو وامانده است از شعر تو در گل ها. درود بر شما آقای عالی پیام. این شعر از شعرهایی است که در زندان همین سال گذشته که یک سال زندان بودید در زندان رجای شهر سرودید، درست عرض میکنم؟ بله، من در زندان رجای شهر 24 تا شعر سرودم، این یکیش بود. ببینید داشتین شعر میخونید، گفتین آثار خطر در زندان رو پیشونیتون رو نشون دادین، چی بود ماجرا؟ چیه داستان؟ ببینید وقتی که زندانی های سیاسی رو و حتی امنیتی رو میبرن تو بند زندانیان عادی، یعنی زندانیان قصاصی، کسایی که تای خطن تای دنیان ها، باید قصاص بشه دیگه، به راحتی برای این که زهر چشمی بگیرن، حالی بگیرن، به قول معروف این واژه حالگیری رو من خیلی شنیدم، هم تو دادگاه هم تو زندان، که میخوان حال تو رو بگیرن. فقط من نبودم، خیلی از زندانی ها اونجا کتک میخوردن وحشتناک از دست زندانی ها. یعنی کافی بود یه معتاد رو دو روز به تا دانشو ندن، بگم اون فلانی رو بزن بیا عواد به تو بزن، میرم میزن برش فرق نمی کنه، اصلا میرم میکش برش فرق نمی کنه، یه قد کرده دو تا سه تا. آقای مدنی رو چنان زدن از اینجای صورتش تا اینجاش پاره شد. آقای عکسیه که بعد از همین ضربه چاقویی که میگیم پیشونی شما خورد. بله بله.
اصلا من ندیدم چی بود خورد. من اومدم وارد دستشویی بشم، یه ضربه خورد، پرت شدم عقب، به بیهوش شدم. ولی مثلا ایرج حاتمی 12 تا تیزی گذاشته بودن اینجاش و گفته بودن 12 به بعد سرتو میبریم، و سر اونجا زیاد میبردن. ما قد تو زندان زیاد سیگارو خاموش میکردن تو سرش، یعنی سری من خدا تاس بود، سیگار برگو خاموش میکردن تو کله. یه بار مثلا به نام ابراهیم زاده، یکی از این لاتولوتا اومد با آقا به ما دستور دادن بهنام ابراهیم زاده رو بزنیم. من دارم بهتون میگم که ما رفتیم پیش رئیس بند، گفتیم آقا بهنام رو قراره بزنن، خون از دماغ این بیاد ما میدونیم، شما آواز نگید اعتصاب قضا چرا شد و بیانیه و فلان و اینا، جون ابراهیم بهنام ابراهیم زاده در خطر. یه آدمی که نزدیک آزادیش بود، دوره 7 سال و چند ماه خب گذاشتن روی زندانش، معلومه برای چی، بچه سرطانیه بیرون. یا یکی دیگه از بچه‌ها که من اسمش رو نمیارم، اینو یه شب بردنش بند 1، یه پنجشنبه جمعه که زندان تعطیله، رئیس نیست فلان نیست، و اونجا تهدیدش کرده بودن که 12 شب به بعد به تجاوز میکنه. این برای ما پیغام فرستاد، جوان بود 20 چند سالشه، که آقا اینجا قراره یه همچی تهدیدی منو کردن و اینجا امنیت نداره. ما رفتیم بس نشستیم زیر 8، گفتیم تا فلانی نیاد ما از اینجا تکون نمیخوریم، بگین گارد بیاد و چوب و چماغ ما رو. ما همینجا نشستیم تا دوستمون بیاد، و ساعت 11 شب بود که برگشت، و برگشت گریه میکرد، به پهنای صورت گریه میکرد. خب فقط این زجر خود زندان نیست که زندانی های سیاسی اونجا میکشن، این چیزهاش رو هم داره. یعنی امنیت جانی نداریم ما، به کسانی میخوابیم اونجا که خب قاتل هم. حالا راجع به قاتل هم بعد من توضیح خواهم داد که چند دسته قاتل ما اونجا داریم، اگر وقت بشه خیلی دوست دارم باشیم مطلب صحبت. ببینید آخه میگین خیلی دوست دارم صحبت کنم، بعد من اصلا همه حرفام یادم میره، منتها ببینید به کار شعر و طنز کمتر میرسیم، الان نیمی از برنامه گذشته و حالا اینا هم البته مهمه. لطف کنید بگید که لااقل حالا از ته وارد شدیم، از شعر شما شروع شد و ماجراهای زندان و اینها، بگید که اصلا این ماجرای محاکمه شما چه شد؟ شما موقعی که داشتیم رفتین زندان تو این دوره ای که طولانی تر از دفعه های پیش بود و 1 سال بودید، گفتید در یک کلیپ خیلی کوتاهی که من دارم میرم زندان به اتهام، به اتهامی که یک بار منو محکوم کرده بودن، الان بار دوم من محکوم کردم، باز به زندان با قاضی میگم چرا منو محکوم میکنیم، که همینه که هست. این محاکمتون رو خواهش میکنم بگین. من فکر میکنم که حکم شما رو ما داشته باشیم، کپیشو نشون بدیم، نمیدونم، حالا بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید من یه بار محاکمه شدم سر 6 شهر، حکم گرفتم سال 90. 91 دوباره ریختن تو خونم با اون وضعیتی که ما رو بردن، حالا هرچی و اونم خودش ماجراهایی داره. دوباره سر این 6 شهر من بازجویی پس دادم، گفتم آقا من این 6 تا رو دفعه محاکمه شدم، به قاضی گفتم، اتفاقا همون شبه همون قاضی بود، گفتم آقا من شما خودت من محاکمه کردی، یا ببینی پروندهش اینجاست، اوو بیارم اوو نیا کردی دار. گفت خب این شعرها همون شعرها هست، گفتم میبینید که همون شعرها هست. استعلام کرد آقا این شعرهایی که این گروشتید همون شعر هست، شعرهای دیگه هست. پاسخی داد پلیس امنیت، گفت بله اینا همون شعر هست، اما ایشون این شعرها رو هم گفته. این اما ایشون این شعرها رو هم گفته اصلا به من تفهیم اتهام نشده بود، توی دادخواست من نبود، اینها رو من بعد از صدور کیفرخواست سروده بودم، بعضیش مال 2 ماه قبل از زندان بود اصلا، یکیش هم که اصلا مال من نبود. هرچی گفته آقا این شعر مال من نیست، گرده هیچ که نمیرم. من دوباره محاکمه شدم، اسم همین شعرا و اون اسم اون شعرهای جدید، حتی اون شعری که مال من نبود رو میگه بخواست روش دادن، حایب نداره، حالا ما میریم میکشیم، ولی زندانی بکشیم، نه چیزای دیگه. اون حاشیه هاش رو من نمیفهم، حاشیه های زندان رو من چیکار کرد؟ ببین اون 6 تا شعر اولا کدوم ها بود اگه میشه بگین لطفا، که دوبار شما تا اونجا که یادم میاد، یکی شعر آقا جون بود، به خود اونم داستان مفصلی تو خود اوین داره. یعنی من وقتی که اونجایی که چشم بسته بودم، من تو زندان اوین نبودم، دوران انفرادی، من میشوندم توی ون، کف ون،
سرم اینجوری فشار میاد پایین، چشمند دور من پرده میوردن من رو ایوین میسوختم، مثل کف پا بدنم میسوخت گوشتم. بعد این میخوند اینا رو، آقای قاضی دوباره دستور میداد من برمیگردم با همینجا اون مکانی که من انفرادی بودم. یه روز قاضی خودم نبود، آقای قناعت‌زاده نبود، من رو بردن شعبه شیش کشیک بود. گفت ای این آقای عالی پیام که من میشناسم شعرشون خوندم، چیه مشکل؟ یارو این کتاب منم دستش بود، شعر امام زمان رو باید داد دستش. ایشون خوند خب اون که اشکالی نداره، من با موافقم. این درست میگه، همه اینا که میگن ما با نظر امام زمانی دروغ میگن، ولی سری داستان ها خودش تعریف کرد. گفت خب اگه اینه که ایشون بعد بره خونش، گفتن نه اینم هست اینم هست اینم هست، گفت خب بریم بخونه خودش. خودم خوندم با آقا هیچ کدوم اینا جور نی بی خود اینو اشنه بود. اینجا 30 میلیون تومان کفالت برای من نوشت. گفت تلفن زنگ بزن. گفتم خب گوشیم دست ایناست، گفت گوشیشو بدین زنگ بزنن بیان کفالت بزنن بره. گفتن باشه میریم تو زندان. باشه میریم تو زندان. اومدیم پنجشنبه رو بودیم، جمعه هم بودیم، شنبه و شنبه هم عید فطر، 4 روز من تو انفرادی بودم تا قاضی خودم اومد. قاضی خودم اومد گفت من پوست تو رو میکنم، به امام زمان توهین میکنه. گفتم آقا من توی شعر به امام زمان توهین کردم؟ خودم بیتش توهینه، به من بگید. منکر شدم. من دارم میگم آقا شما منتظر امام زمان نیستید. این قاضی شعبه 6 هم تایید کرد. اون که دیوان است. آقا شما راجع به همکار خودت که اینجوری میگی، من دیگه چی داری بگی؟ شعر من که دیگه رأی نمیدم بود، من که میرم رأی میدم بود. شعر عرشبت به خدمت شما ما رو باش بود. شعر آتی میکنم بود. چند شعر بود؟ ببینین از تو اینا خب نمیدونم، اگر که خودتون مناسب میدونین میخواین همون شعر امام زمان رو بخونین که اینقدر بحث شده و بعد ادامه بدیم صحبت رو. والا خود شما میگید الان نصف برنامه گذشته، اون شعر روی یوتیوب هم هست، من دو سه بیتش رو میخونم فقط برای اینکه تازه خاطر بشه. آقا جون هزار ساله میگن بیا، هی میگن مهدی بن حسن بیا. شب تا صبح گریه و زاری میکنن، صبح تا شب لحظه شماری میکنن، به خدا دروغ میگن لاف میزنن، در جا تو دنده دو تیکاف میزنن. این شروع شعره، توی یوتیوب هست آقا جون، به نام آقا جون دوستان میتونن پیدا کنن. آقا جون و من که میرم رأی میدم ما رو باش قاطی میکنم، اینا همه روی یوتیوب هست. بله من که رأی نمیدم، من که بله که فکر میکنم ما خودمون تو پرده آخر پخش کرده بودیم اینو. ببینید یک شعری شما نوشتید در پیوند با زندان، میخوام اینم ازتون بپرسم بعد پرونده زندان رو فعلا ببندیم، که فکر میکنم که اسمش باشه لایحه دفاعی شعرا، که من تا همین جاشو میدونم و نمیدونم که این شعر منتشر شده یا نه. یعنی اون چیزی که من از شما خوندم تو فیسبوک تو فکر میکنم نوشته بود، منتشرش نکردم، تمامش میکنم بعد منتشر میکنم هم چیزی نمیدونم. این یکیو مناسب میدونین بخونین یا من میخونم؟ دو صفحه است اشکال نداره؟ خواهش میکنم. ببینید من تو زندان که بودم خبر دستگیری یه عده شعرا رو هی میشنیدم، مرد فلانی دستگیر شد، فلانی دستگیر شد، فلانی دستگیر شد، و من انگیزه ای شد برای سرودن این شعر. گفتم وظیفه خودم میدونم که از شعرا دفاع کنم، یه لایحه نوشتم. خواجه مدعی عاقل من، من به این بیتایی که به حافظ اشاره داره دیگه تکرار نمی کنم، چون دوستانی که حافظ شناس هستن میدونن تو این مصرع من وام گرفتم از فلان مصرع حافظ. خواجه مدعی عاقل من، گیر دادی به شاعران وطن، وحی گشته به زور خط و نشان، شاعران را به جای خود بنشان. خطری گنده کرده ای احساس، که به آنها شدی چنین حساس. هی به این هی به آن دهی احزار، میکنیشان به دادگاه احزار. هی به این هی به آن دهی اختار، میکنیشان به دادگاه احزار. زیر اخیه کشی و استنتاق، شاعران گشته ان موی دماغ. یا دهی حکم حبس یا تعلیق، عرصه را کرده ای بر آنان زیر. عده ای هم که رفته از این خاک، همه از دست تو زدن به چاک. هر که بر کاغذ و قلم زد دست، حکمش اقدام علیه امنیت هست. شاعرانی که کرده ای در بند، همه از انگلیس آمده اند.
هر کسی نقد بر شما دارد یعنی اشکال بر خدا دارد. مشتب شاعران عاشق کش داست پنداشتید با چکش. چون که در شعر نام می برده است یک کسی رفته با عرق خورده است. یا که در شعر گفته رهزن دل این همه دزد و این همه قاتل. معنی عاشقان شهرآشوب انقلاب است و شورش و سرکوب. این طرف برد و آن جناح شکست از گناه عروض و قافیه است. چهارپاره رباعیات و غزل مگر انداخته تو را به هچل. دست تو زیر سنگ چون بوده جرم فعلا مفاعلون بوده. شعرهای فروغ یا پروین کرده این نصر را چون این بیدین. کودکانی که کارتون خوابن از عنایات شعر سهرابن. شاملو ابتهاج ناینی کرده این نصر را هروینی. چشم نرگس که شد خمار آلود نشعه می شد اگر خمار نبود. این ابا خواهرا که می بینی جرم عارف که بوده قزوینی. نان سنگک اگر گران باشد باز تقصیر شاعران باشد. چون شده عشق چشم مجنون خشک شده زاینده رود و کارون خشک. این همه اختلاس و دزدی ها همه افتاده گردن شعرا. هر که در شعر نق و نقی کرد فکر کردی که تق و توقی کرد. آن تفنگ از تق و تق دارد شعر شاعر نظر به حق دارد. تیر مژگان و قلب مهجورش کلاشینکوف که نیست منظورش. کرده ملت اگر دهن به تو کج نیست تقصیر عشقی و ایرج. یا اگر رد شد از خط قرمز نیست تقصیر سعدی و حافظ. خون دل خون چشم ای قاضی نیست معنیش خون و خون ریزی. بس که من زر زدم به جان تقی قافیه هم شده عجب وجبی. شعر را حرف یاوه می دانی غزل ناب را نمی خوانی. از نگاه تو شعر یعنی چشک مگر اشعار نوح خانی و عشق. یا که مدح و سنا برای خودت از همان دار و دسته های خودت. نازمان کتول درباری آن سخنسازهای پرواری. نظم گویند و سکه میگیرند بهر یک وعد شام میمیرند. هرچه آنها سروده به 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 هرچه ما گفته این بی سر و ته. دل تنگت هر آنچه خواست بگو ما که هرگز نمی رویم از رو. خیش را مثل شمع می سوزیم تا به امثال تو بیاموزیم. شعر باید برای عز و شرف نه برای علیق و آب و علف. ما از این بادها نمی لرزیم چون به این خاک عشق می ورزیم. گویم این نکته را هم از حافظ نبری ما به روی خود هرگز. ما و این روزگار سخت و سیاه بی نیازی من بگو با شاه. شاعران رک و حقیقت گو خاک پای تمامشان حال. درود بر شما. ببینید حالا این لایحه دفاعی شاعران یکی از شعرهایی است که در زندان اگه اشتباه نکنم بله آقای عالی پیام سرودند. زندانی بودن ایشون در همین نوروز 94 تمام شد. به هر حال خوش آمدی که من درس کردم اول برنامه. خوش آمد در واقع اسفند 94 که بله بله همین منظورم پایان سال 94 بود. اشتباه لپی ببخشید. آقای عالی پیام می‌خواستم خوش آمدم بگم که از زندان که تشریف آوردین هم خوش آمدید نه فقط به برنامه صفحه آخر. ببینین همین شعری که می‌خوندین در واقع یک مقدار بیان فضای جامعه هنری ایران هم بود به ویژه در حوزه طنز که کار شماست. طنز خودی و غیر خودی منظورمه به طور مشخص. ما طناز خودی و غیر خودی هم داریم. اشاره هایی کردین من خیلی صریح‌تر عرض میکنم که مثلا در جلسات سالانه شعری که آقای خامنه‌ای برگزار میکنند یه عده از شاعران هستن توشون شاعران طنز پرداز هم هستن. بسا شاعران طنز پرداز خوبی هم هستن ولی در این حال
خب هر کاری میکنن به خودشون مربوطه، تا اون حدی که به خودشون مربوطه البته. این شمای عالی پیام که چنین نگاهی دارید به شاه و شیخ در حکومت، شما با غیر خودی های طناز چه میکنید؟ میخوام ببینم که میدونین، میخوام ببینم یک دیوار زخیمی هست بین شاعران ما در ایران، کسانی که مخالف حکومتن یا موافق حکومتن یا منتقد حکومتن یا اصلاح طلبن، نشست و برخاست لااقل با هم دارین، چگونه است؟ یا فقط در واقع تفاوتتون در چگونگی فرصت طلبیدن از زندگیه؟ حالا اولا خودی غیر خودی رو که ما همه جا داریم. میگه پرسید دبازی سیاست شخصی، گفتم که دو تیم از خودی غیر خودی. گفتا که چرا خلق در این بازی نیست؟ گفتم که به بازی سالی که نخودی. این خودی غیر خودی همه جا هست، تو شعرم هست و هر جهت یه عده‌ای اونجوری تشخیص دادن، یه عده‌ای مثل ما اینجوری تشخیص دادیم و هر کسی صلاح کار خودشو میدونه. ولی ما با هم فوش و فوشکاری نداریم، تو خیابون هم دیگر هم ببینیم سلام علیک میکنیم، تو جلسات هم نمیریم. ولی حالا غیر از یکی دو تا از آقایون که مثلا یکیشون من تو جشنواره فیلم فجر یه دفعه دیدم، هرچی سلام کردم آقا سلام، آقا به فلانی سلام روش کردم و رفت، یه اسمس فرش دادم خیلی بیشعوری. نه ما با هم احترام هم حفظ میکنیم، کاری هم نداریم با هم، بجر اون اونجوریه ما اینجوریم دیگه، چش کل داره. ولی توی حالا جشنواره فجر اشاره فرمودی، جشنواره طنز و منظورتونه؟ نه نه ببینید، من جشنواره طنز یه بار بیشتر ندارم. جشنواره سینمای فجر رو میفرمایید. خب جشنواره طنز ولی خیلی بیشتر حکومتیه تا جشنواره فجر، لااقل از محصولات و تولیداتش روشنه. تو جشنواره طنز خب شما چیکار میکردین؟ من یک بار قرار بود با آقای حسامی محفل، از آقای حسامی محفلاتی تقدیر بشه، خب و از من خواست که منو تنها نذار با من بیا، چون من هیچکی اونجا نمیشناسم، به قول شما همه غیر خودی بودن اونجا، یه لوحی میخواستن به ایشون بدن اینا. گفتم من استاد شما تو جهنم هم بگید من با شما میام، چشم. و رفتیم تو اون جلسه، من خیلی تعجب کردم ایشون کروات ندارن، چون من تو عمرم ایشونو بدونن کروات نیده بودم. مثلا 11 شب سرزده میرفتی در خونش در میزدی، ایشون با کروات در باز میکرد. خب بودم اصلا کروات چرا نداری؟ گفت به من تاکید کردن بدون کروات بیا. بودم من شما بودم اصلا نمیومدم، به خاطر این کروات. من اون فقط اون جلسه که در کنار اون عکسی که شما دارید در کنار حسامی هستم و به خاطر ایشون رفتم. بله ببینین، با حوزه هنری هیچ وقت کار کردین؟ با حوزه هنری بخش طنزش خب فکر میکنم مونوپول طنز امروز ایرانه، چون هر کسی کار دیگه ای بکنه غیر از این حوزه خب مثل شما میشین غیر خودی دیگه، امکانات مال حوزه هنریه و افرادی که توش به هر حال رفت آمد دارن. هیچ وقت با حوزه هنری کار کردین و با بچه‌هایی که طنز؟ بله، اون اولی که راه افتاد بخش طنز حوزه هنری به نام حلقه رندان، خب همه میرفتن، ما میرفتیم، دیگران هم میرفتن اینا، و یواش یواش همونجا خطا از هم جدا شد. یعنی بعد از یک سال من دیگه نرفتم، بعد از دو سال مثلا ایکس دیگه نرفت، بعد از سه سال ایگرگ دیگه نرفت، و شدیم خودی غیر خودی دیگه. آیا عالی پیام، قبل از اینکه باز خواهش کنم که شعری بخونین، حالا تو همین صحبت رو هستیم، ببینید ما فکر میکنم ما یه کلیپی داریم، خوبه که اینو پخش کنیم. در این فرصت من از شما درباره طنز و هزل بپرسم. ببینید یک شعری هست از شما، من دیگه نباید شما رو معطل نگه دارم. بله بله بله، اون پخش میکنیم الان، بعد برمیگردیم خدمتتون. ای شده شهره به آقای حسن در واکن، هم نشین باراکو خانم کاترین اشتون، در میخانه شده بسته، اگه مردستی با کلید در میخانه حافظ واکن. گرفته دل از این دنیای بیداد،
دلم یک سینه خواهد از غم آزاد، گذارم سر بران سینه بگریم، بلی یک سینه سایز 60-70. خب ببینید اون دو بیتی اول قاعدتاً حالا مرسوم است، به هر حال هر کسی در ذهن تفسیری و سلیقه‌ای هم با این مفاهیم برخورد میکنه، در چارچوب طنز قرار میگیره، جهت اجتماعی سیاسی داره. اون دو بیتی دوم که در مورد سایز سینه و این چیزاست، قاعدتاً در قالب هزل شوخی فکاهیه، فقط خنده داره. این تفاوتی که شما میذارید در واقع چقدر بر کار شما تأثیر داره؟ منظورم اینه که آیا طنز شما رو به طرف کار روزنامه‌ای نمیبره؟ فقط یک طناز ژورنالیست در واقع بار نمیاره از آدم که امروز بگه و فردا فراموش بشه کارش و اون کارهای فکاهه ماندنی بشه؟ چگونه است؟ فکر کردین هیچ وقت روی این موضوع؟ ببینید آره خیلی فکر کردم. من به خاطر همینه که زیر شعرهام تاریخ نمیذارم هیچ وقت، چون معتقدم که مهم نیست این چه تاریخی سروده شده باشه. من اگر شعرم بتونه بمونه 50 سال دیگه هم یکی بخونه لذت ببره استفاده کنه، من موفق بودم. ولی اگه این شعر به قول شما یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، یه سال دیگه به درد نخوره بعد بندازیمش دور، این شعر ژورنالیستیه. برای همون موقعش بوده. هر شاعر طنازی خب یه مقدارم شعر فکاهه داره، یه مقدارم شوخی داره، فقط به خاطر تبسم و خسیدگی در کردن. خب خیلی ها هجوم دارن، نرم هزلم دارن. این همونطور که شما گفتید اولی مصداق کامل طنز بود، دومی یک فکاهه بود فقط برای خندوندن. شعر فکاهه هدفش خندوندنه. ولی تاکید شما بر شعر طنز تا شعر فکاهه در واقع همون که اصلا من شعر طنز فردا دارم. شما شعرهای فکاهه من رو نگاه کنید، شاید مثلا 5% شعرهای من رو تشکیل بده. درست. خیلی هاشو اصلا نمیخونم تو انجمنا، فقط تو مهمونهای خصوصی و اینها میخونم. خب خدا قسمت کنه مهمونی خصوصی با شما. آقای عالی پیام، سه دقیقه و نیم وقت داریم تا پایان برنامه. ازتون خواهش میکنم که یا اون قطعه سرطان پستان رو بخونین یا هر موضوع دیگری، چون دقیقاً هم فکاهه است و هم مصداقه، یعنی در واقع فکاهش بالاست در یک طنز جا افتاده قوی. والا سرطان پستان که تازه تو پخش شده و من فکر میکنم که تکرار مکرر بشه برای خیلی از شنوندگان. اگر اجازه بدید یکی دیگه شعر زندان رو بخونم. تمنا میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. شنیدم که شیری به زیر درخت نهار خودش خورده خوابیده بود. سگی دید او را از آن سوی رود، از آن سوی رود آمد این سوی رود. سپس با تنابی کلفت و زخیم سر و دست و پاهای او بست زود. سر بند پیچید دور درخت، گره زد به خود گفت ایول درود. زمانی که بیدار شد شیر و دید، گرفتار و درمانده در تار و پود. دلش گر گرفت و سر و پاش سوخت، بنالید و از کله برخاست دود. خری دید آن سوتر و گفت هی، اگر بند از من گشایی ز جود، به تو بخشم این جنگل سبز را، روم خود از این سرزمین کبود. در آنجا که بندد سگی شیر را، بگو زندگانی در آنجا چه سود. تو باید بر آن حکمرانی کنی، توی احمق کودن بی وجود. چرا باز چپ چپ نگاه میکنید؟ مگر من چه گفتم؟ اگر این نبود به حالو چرا گیر دادی عزیز؟ سگی بست بندی خری هم بشد. بله، درود بر شما. این مجموعه، البته این شعری که الان خوندین قطعا در این مجموعه نیست، مجموعه اشعار محمدرضا عالی پیام، افاضات حالو که ما البته بله خب جل این مجموعه است که در اینترنت در فضای مجازی هست این جلد. آقای عالی پیام، آقای عالی مقام، چگونه می شود این کتاب رو به زبان علما ابتیاع کرد، حالا تهیه کرد، خرید، چگونه، چجوری میشه؟ عرض شود که دوستانی که خارج از کشورن باید از طریق دوستان داخل کشورشون ابتیاع کنن.
دوستان داخل کشورم تو هیچ کتاب فروشی این رو نمیتونن پیدا کنن چون هیچ جا نیست، یا باید توی انجمن ها تهیه کنن یا باید تو فیسبوک من بیان درخواست بذارن که آقا ما این کتاب میخوایم، اینم آدرس ما، اینم صندوق پستی ما، توسط پیک براشون ارسال میشه. صحیح، منتها از طریق فیسبوک شما میتونن به هر حال پیدا کنن اینو، درخواست کنن. بله درخواست کنن. فیسبوک منم شما وقتی عالی پیامو بزنی 6 تا 7 تا 10 تا عالی پیام میاد، اونی که شال سبز گردنش منم اشتباهی آدرس ندارم. آقای عالی پیام، یکی از انجمن هایی که میشود این کتابو تهیه کرد انجمن است که خودتون ادارش میکنی در واقع اگر اشتباه نکنم. بله. یک توضیحی بدید، فرصتی داریم برای اینکه به یه دقیقه خواهش کنم توضیح بدید درباره اون انجمن، جلساتش و چند و چون کارش. والا من وقتی انجمن امیرکبیر رو بستن تصمیم گرفتم چرا خاموش نشه، انجمن حالو رو انداختم تا رفتم زندان. تو زندان بودم این چند ماه آخر شنیدم که انجمن امیرکبیر دوباره باز شده. خیلی خوشحال شدم، گفتم اگه امیرکبیر هست دیگه احتیاج به انجمن حالو نیست. تا اینکه وقتی اومدم بیرون به من اعلام کردن که آقا شما حق پا گذاشتن تو انجمن رو ندارید، چه برسه رفتن پشت تریبون. اینه که تصمیم گرفتم دوباره انجمنهای خودم رو راه بندازم که به زودی شروع خواهد شد. و همین انجمن حالو رو یعنی اجازه ندارید که توش ولی اجازه بزن. که آخه من چه کاریم اجازه داره؟ من نه کتابم اجازه داره، نه سیدیام اجازه داره، نه خودم اجازه دارم، اصلا رابن ممنوع همه چیزم. من نمیدونم انجمن هم مثل بقیه چیزا هم دیگه. بله خب درود بر شما. خیلی خب شبتون بخیر، یک دنیا ممنون که اجازه میدن ما نفس بکشیم. فعلا حالا داریم میکشیم دیگه، هر وقت هم ندادن بکشیم نمیکشیم. شبتون بخیر، سپاسگزارم از شما خیلی خیلی زیاد که در برنامه شب صفحه آخر حضور داشتید. امیدوارم که تندرست باشید و در برنامه های دیگه ما بتونیم ازتون بهره ببریم. آقای عالی پیام درود باشید، شبتون بخیر.